این روزها دنیای مجازی پر شده از خبر بسیار هیجان انگیزی درباره یه فیلمی به اسم فیلم بلاند. فیلم بلاند به کارگردانی آندره دومینیک قراره که زندگی شخصی مرلین مونرو رو به تصویر بکشه. این فیلم از جهات مختلفی مورد توجه رسانه ها قرار گرفته. اولین موضوع جالبی که درباره این فیلم وجود داره اینه که بازیگر نامی هالیوود آنا د آرماس قرار زندگی مرلین رو به تصویر بکشه که توی تصویرهایی که پخش شده از اولین قسمت‌های این فیلم نشون میده که آنا د آرماس شباهت بسیار زیادی به مرلین واقعی داشته و این موضوع باعث شده که دوستداران هالیوود و فیلم‌های هالیوودی به شدت منتظر این فیلم جدید باشن. توی این ویدیو هم ما قراره درباره این فیلم و دلایلی که مورد توجه رسانه ها قرار گرفته صحبت کنیم. به شما پیشنهاد میکنیم که اصلا این ویدیو رو از دست ندین. به کانال ما، کانال لژند کلاب خوش اومدید. میریم سراغ ادامه ویدیو. آنا د آرماس قرار نقش ستاره فیلم Some Like It Hot یعنی مرلین مونرو رو در فیلمی که به عنوان اقتباسی از فیلم جویس کارل اوتس ساخته میشه بازی کنه. این فیلم جنجال‌هایی رو پیرامون انتخاب آنا د آرماس به عنوان بازیگر نمادین و به تصویر کشیدن مسیر پرپیچ و خم زندگی مونرو که برگرفته از کتاب اوتس بوده همراه داشت. در سال 2019 اعلام شد که آنا د آرماس قرار نقش نورما جین که اسم اصلی مونرو بود بازی کنه. در ابتدا برنامه ریزی شده بود که این فیلم برای اکران در سال 2021 آماده بشه. اما نتفلیکس زمان اکرانش رو تا 23 سپتامبر 2022 به تعویق انداخته. کارگردان دومینیک پس از تقریبا یک دهه تلاش برای تعیین بازیگر نقش اصلی در نهایت آنا د آرماس را انتخاب کرد. باورتون میشه؟ 10 سال، یک دهه تلاش. گزارش شده که جزیکا چستین و نامی واتس برای نقش مرلین در این فیلم که از سال 2010 در دست ساخت بود انتخاب شده بودند. اما این فیلم توسط آنا د آرماس بالاخره قراره به تصویر در بیاد. فیلم بلاند با شایعات مربوط به صحنه‌های جنسی درجه بندی شده به عنوان NC-17 به این معنی که افراد زیر 17 سال نباید این فیلم رو مشاهده کنند روبرو شد. هرچند که این شایعات در آخر درست از آب در اومد، چرا که نتفلیکس رتبه بندی فیلم رو به دلیل وجود کمی محتوای جنسی تأیید کرده. حالا به ادامه داستانش میپردازیم. همکاری دوباره براد پیت با آندره دومینیک در تهیه کنندگی این فیلم. یکی از موضوعاتی که مورد توجه رسانه ها بوده اینه که براد پیت پس از همکاری در فیلم های قتل جسی جیمز توسط رابرت فورد بوزدل و کشتن آنها به آرامی، یک بار دیگه با کارگردان آندره دومینیک برای فیلم بلاند همکاری میکنه. اما از پشت دوربین ها، کمپانی فیلم و سرگرمی پلان بی که متعلق به براد پیت هست رسما تولید این فیلم رو به عهده داره. نکته بعدی که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت اینه که آنا د آرماس میگفت که تبدیل شدن به مرلین طاقت فرسا بوده. اخیراً آنا د آرماس به یک مجله آنلاین فاش کرده که پوشیدن یک کلاه تاسی که برای پنهان کردن موهای اصلی و طبیعی خودش می پوشیده بسیار برای سخت بوده. مرلین رنگ‌های موهای مختلفی داشته، از بلاند گرفته تا طلایی و یا حتی نقره‌ای. بنابراین آنا برای اینکه موهای خودش رو پنهان کنه مجبور می شده که از کلاهای تاسی استفاده کنه. مدل مو تنها بخشی از 3.5 ساعت آرایش هر روزش بوده. اون میگه که بار اولی که کلاهگیزها رو دیدم واقعا گریم گرفت. فکر کنم به خاطر این بود که ترسیده بودم. اما الان خیلی به خودم افتخار میکنم. این شخصیت گفت که به مدت 9 ماه با یک مربی گویش تمرین کرده تا صدای خاص مونرو رو بتونه تولید کنه
و این روند براش بسیار طاقت فرسا بوده. کارگردان اندرو دومینیک آنا دارماس رو در نقش مرلین بسیار شگفت انگیز خون و به مجله اسکرین دیلی گفته که چیزیه که هیچ کس از اون شکایت نمی کنه. منظورم عمل کرده آنا دارماسه. نکته بسیار جالبی که درباره این فیلم وجود داره که حتما نمیدونستید اینه که یک جنبش به اسم هشتگ میتو بود که باعث شد فیلم بلاند در نهایت وارد مرحله تولید بشه. اندرو دومینیک به اسکرین دیلی گفت که این فیلم بدون جنبش میتو قطعا لغو میشد. زیرا هیچ کس به دونستن این چیزها از زندگی مرلین مونرو علاقه ای نداشت. فیلم بلاند همچنین به انتقاد از مردان تحسین شده ی آمریکایی مثل رئیس جمهور جان اف کندی و شوهر سابق مونرو جو دی ماجیو میپردازه. شاید براتون جالب باشه که بدونید گفته میشه که مرلین مونرو خودکشی نکرده و در واقع به قتل رسیده و هنوز جالبتر این که رئیس جمهور وقت آمریکا جان اف کندی ممکنه مسئول این قتل بوده باشه. البته اینها همه گفته هایی هست که توی اینترنت وجود داره و یک کلیپ کامل درباره این قضیه به اسم قتل مشکوک مرلین مونرو یا در واقع خودکشی یا قتل مرلین مونرو توی کانال ما وجود داره که میتونید اون رو ببینید. امیدواریم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای دیگه از کانال لژند کلاب، خدا نگهدارتون.